سلام شاگردای عزیز چه حال دارین خوب هستین امید که همگی شما صحت و عافیت کامل داشته باشین حتما شما از درس روز گذشته را مطالعه کردین و کار خانگی مربوطیش هم حتما انجام دادین درس روز گذشته ما شما در مورد چی بودن حتما به یادتان است روش های جمعوری اطلاعات بود عزیزا که ما شما خوانده بودیم که اطلاعات را به چند طریقه میتونیم جمعوری کنیم ما شما گفته بودیم به شکل کتبی یا به شکل آزمایشی و به شکل مشاهده بود ما بسیار یک درس جالب بود حتما کارخانگی مربوطش انجام دادیم حالا آن میرسیم به درس امروز ما عزیزا ببینین درس امروز ما شما موضوعش جامعه و نمونه است یعنی یک درس بسیار جالب است صفحات 189 و 190 کتاب درسی شماست اهداف یک درس داریم عزیزا شما باید دهی درس مفهومه جامعه نمونه اندازگیری جامعه و نمونه را شما باید بدانید دوم غرض شناخت جامعه شرایط گیری را به صورت درست درک کنید بسیار از درس جالب است ببینین قبل از اینکه موضوعات ما برای شما پیشکش کنم مرور کنم فقط اول یک سوال ورودی را یا یک سوال انگیزشی را ما مطرح میکنم شما با ما خود خدا ارائه بکنید شما در این تصویر ببینید جامعه و نمونه گفته آیا یک مشت برنج نمونه از یک بوجی برنج شده می تواند خب ایزا در این مورد خوب فکر کنین اینجا یک بوجی برنج است و اینجا هم یک مشت از گرفته اگر شما خواسته باشین عیزا کمی برنج کیفیت شد بدانین یا بفهمین که تولید وطن ماست یا تولید وطن ما نیست یا آیا گرد و خاک داره یا نداره چه ترتیب آیا شما این بوجی برنج مکمل چپه میکنینش و باید اوار میکنین می میبینین و یا یک نمونه یا یک مشت ازش میگیرین بلی؟ بسیار خوب با خاطر از که ما این بوجی برنج معلومات کرده باشین در مورد تولیدش در مورد کیفیتش یک مشت میگیریم همی مشت نمونه است که ما نمایندگی میکنه از همی بوجی برنج یا ما شما اگه هم که مشت نمونی خروار یعنی همون خروار به نام جامعه یاد میشه و همون نمونه که ما شما به نام نمونه مقداری یک میگیریم به خاطر که ما شما بی کرده باشیم اون به نام نمونه یاد میکنن ببینید جو برش ما وازی نوشته کردیم بوجی برنج که البته تولید وطن خود ما از بغلان نوشته کردیم این جامعه نامیده میشه در علم احصایه و مشتی که گرفتیم این به نام چی میشن به نام نمونه بسیار خوب یعنی بر ما نمونه گیری آسان میسازه طریقه ما بررسی ما شما وقتی ما بخوایم در مورد جامعه بررسی کنیم نمونه برای ما صورت ها را ایجاد میکنن حالا ببینین در تصویر بعدی در اینجا شما چی را میبینین ببینید اینجا شست نفر است هر قطار ما شما ده نفر است که در خط شما مطالعه کنیم یک دو سه چهار پنج شش قطار شش قطار ده نفری که ضرب کنیم شش ده شست نفر میشن اگر این نفر ما شما شاگردا حساب کنیم یعنی یا شاگردای مکتب باشه اگر ما بخوایم اقتصاد از این 60 نفره بفهمیم اقتصاد فامیلی شانه، یا درآمد ماهانه شانه بعد در صورت ما از اینجا ببینیم از هر قطار یک نفر نمونه انتخاب کرده 6 نفر یعنی اگر موضوع بررسی ما اقتصاد خانواده های 60 شاگرد باشه از اینجا ما شما تر نمونه 6 نفر انتخاب میکنیم که ببینین این مجموعه 60 نفر به نام جامعه یاد میکنن در علم احصایه و این نمونه یک شما گرفتیم خودش به نام نمونه است بسیار خوب اول ما شما به خاطری اینکه موضوع را بهتر درک کرده باشیم یک فعالیت هم فعالیت ما شما مشترک نظریات خود شریک میکنیم ببینید در این فعالیت فعالیت خوب دقیق باشه نیزا وزارت معارف میخواهد نظر معلمان را در مورد کافی بودن تعداد ساعت‌های درسی ریاضی بررسی کند یعنی وزارت محترم معارف می‌خواهد که ساعت درسی را بررسی کنه آیا همین ساعت درسی که دارای کفایت میکنه یا نمیکنه این موضوع بررسی است از وزارت محترم معارف آله سوال یک طرح شده فکر میکنید از چه کسانی باید سوال شود از دو مقصد هست که آیا از تمام معلمین معلمین از سنه معلمین علوم اجتماعی معلمین ریاضی از تمام بخشا باید سوال شود نه بسیار واضح است نه خیر تن از معلمین چی سوال شود باید از معلمین ریاضیات باید سوال شود چون هدف بررسی ساعات ریاضی هستند آیا از معلمان صنف خاصی باید سوال صورت گیرد؟ یعنی تنها مقصدش از که تنها از صنف خاص یعنی تنها صنف ده یا تنها صنف نو؟ نه نی چون موضوع بررسی ما ساعات درسی تمام سنوف است بنان باید از تمام سنوف باید برای صورت بگیره نه از یک سنف خاص چه فکر میکنید اگر بخوایم از هم معلمان مربوطه سوال کنیم چه مشکلاتی وجود خواهد داشت عزیزا ببینید بسیار علمی ایسای دلچسب است یعنی اگر ما بخوایم از تمام معلمین پرسان کنیم ببینید ما شما سی ولایت داریم باز به با ها بریم باز به با بریم تمام مکاتب معلمین ریاضیش پیدا کنیم و از پرسان کنیم به نظر شما بسیار مشکل نیست ببینید یعنی یک بودجه بسیار کافی ضرورت داره به و همچنان ای مشکلات علاوه از مشکلات اقتصادی مشکلات ترانسپورتیشن که ما شما در تمام قریجات بریم وقت تایم ما را زیاد در بر میگیرد در تمام قریجات اگر ما شما بریم مدت بسیار زیاد بکار است شاید در بعضی جاها ما شما رسیده ای که نتانیم از نگاه ترانسپورتیشن نتونیم با او جاها دسترسی پیدا کنیم یا در جاها دسترسی داشته باشیم بنا این ماده تو که میکنه که برای ما بسیار مشکل است که از تمام معلمین باید پرسان کنیم و از خاطر است که جامعه و نمونه را ما شما که ما شما از نمونه استفاده میکنیم یاد نمونه گیری آیا کافی است تو از یک بخش معلمان سوال کنیم؟ بله آه. یک بخش معلمین مثلا صنف اول تا صنف دوازده معلمین شه که از هر صنف مثلا صنف اول پنج معلم دو پنج معلم هم قسم اگر دوازده صنف بگیریم پنج دوازده شست معلم نمونده گزی میکنه نمونه که ما شما بتونیم تقسیم اوقات خودت جور کنیم یا وزارت محترم معارف تقسیم اوقات مربوطی خود جور کنه آیا کافی تا این بخش را فقط از معلمان صف هفتم انتخاب کنیم نه خیر نه صف ریاضی داره هشتم داره نو ده یازده دوازده پس تنها از نمیشه که ما شما انتخاب کنیم بر از اینکه جامعه و نمونه را تر شما بفهمین در این سلاید بر شما رو تشریح میکنم ببینید در یک بررسی هم افراد و اشیایی که از آنها اطلاعات مورد نیاز را دریافت میکنیم جامعه مینامیم یعنی که پیشتر بوجی برین چی بود جامعه بود مشتی گرفتیم چی بود نمونه بود اگر اطلاعات را از همه اعضای جامعه به دست آوریم این عمل را رای پرسی همگانی میگویند یعنی اگر از تمام اجتماع از فرد فردش پرسان کنیم این را به نام چی میکنن به نام البته همه پرسی همگانی یعنی از کلگی اگه پرسان میگه از نامش واضح است برخی اوقات به دلیل مشکلاتی چون کم بوده وقت که پیشتر گفتم برای شما مشکلات اقتصادی امکان امکان نداشتن دسترسی به همه افراد جامعه مجبور هستیم فقط اطلاعات بخشی از اعضای جامعه را به دست آوریم اون مشکلات مشکلاتی که بر شما یادآور شدم به خاطر که به اون مشکلات بر خود نخوریم اون یک قسمتی از جامعه را مورد بررسی قرار میدیم که نمونه به نام چاد میکنن به نام نمونه اینا ببینید نمونه بخشی از اعضای جامعه است پیشتر گفتیم از 60 نفر 6 نفر انتخاب کردیم اون همو بخشی از جامعه است یک نمونه از یک جامعه باید خاصیت و صفات کل جامعه را داشته باشد بله؟ بسیار واضح است خب حالا بر شما ما مثالای عزیزه که شما بهتر بفهمید جامعه و نمونه را بر شما ما تشریح میکنم ببینین وقت نام از جامعه میبریم منظور تنها جامعه انسانی نیست ببین ایزا وقتی که ما شما میگیم جامعه معمولا به نظر ما شما تنها جامعه انسانی میایه اما اوتور نیست در علم احسایه هم جامعه انسانی وجود داره هم جامعه غیر انسانی وجود داره که وارم به نام جامعه هم ما شما یاد میکنیم خب تنها جامعه انسانی نیست بلکه مجموعی از افراد و اشیای ان که درباره اعضای آن صحبت میکنیم مثال های از جامعه قرار زیل است ببینید من مکمل بر شما مثال ها را ببینید در اینجا مثال مثال های از جامعه و موضوع مورد بررسی آنها به صورت زیر است معلمان ولایت هرات معلمان ولایت هیرا چی از یک جامعه است یعنی جامعه انسانی است و موضوع بررسی ما شما چی است سابقه تدریسی معلمین در هیرات البته سابقه تدریسی معلمان در هیرات این موضوع بررسی ما شماست دیگه جامعه محصول پومبی سمت شمال ببین نزا محصول پومبی سمت شمال جامعه انسانی نیست بلکه یک جامعه نباتی است پس بنا با اینمیر ما شما در علم ایسای بنامی چیز به نام جامعه موضوع بررسی ما چی است میزان تولید پنبه و دیگه جامعه محصولات زراعتی افغانستان تمام محصولات زراعتی افغانستان که یک جامعه انسانی نیست اما اینه میره در علم حساب برنامه چه میگن نام جامعه موضوع بررسی ما شما انواع محصولات افغانستان است اول ده تصویرم برای شما از نشان میدم ببینید جامعه انسانی و جامعه غیر انسانی در دو تصویر جداگانه بر شما من میتون که خوب شما دقیق موضوع را بفهمید به نظر شما از ببینید کدام یک از جامعه جامعه است کدام یک نمونه است بله بسیار خوب واضحه ببینید در اینجا این مکتب تمام شاگردای مکتب نشان میده یعنی این در علم اسای جامعه نامیده میشه اما اگر بخوایم که یک هیئت از وزارت محترم ما بیایه و سطح دانش ریاضی یا می شاگردای مکتب بفهمه در اینجا چه میکنه یک نمونه گیری میکنه از هر صرف پنج پنج نفر یا چهار نفر یا هر مقداری که وزارت محترم بخواید جمعواری میکنن، و نمونه از اونو امکان میگیره ببینید اینی جا نمونهش است از هر اگر 5 نفر انتخاب کنه دوازده سمت باشه ش... البته 5 دوازده نفر انتخاب میکنه و امکان میگیره این جامعه به نام جامعه انسانی و این نمونه انسانی است درست است بسیار خوب ببینید تصویر دیگر جلغوزه است که تولید وطن خود ما و شماست ببینید کدام یکش جامعه است کدام یکش نمونه است در اینجا بر شما نوشته کردیم ببینید جامعه یعنی اینمی بسته اینجا که جلغو زفتیده اینمی مقدار ها را کل شد بنامی چون میگه بنام جامعه وقتی که ما کیفیت جلغو زره ببینیم ببینید در اینجا نوشته کردیم نمونه یعنی این را پوست کرده تا کیفیت از این پس در اینجا ببینید این جامعه جامعه انسانی نیست بلکه یک میوی خشک است که بنام جلغو یاد میشه این جامعه و این هم نمونه. آل از مثالی از نمونه را بر شما میاد آوری میکنم ببینین مثال های از نمونه به صورت زیر است یک مشت برنج نمونه از یک بوجی برنج است که پیشتر بر شما معلومات دادم همچنان این مثال گندم ها گفته میتونیم همچنان شما نخود در لوبیا هر مثال مشما شما داده میتونیم شاگردان سنف هفتم مکتب شما نمونه ای از شاگردان صنف هفتم افغانستان است مثلا سنف هفتی که شما دارین این یک اکزنف نمونه است از تمام سنف هفت افغانستان معلمان ریاضی کندوز نمونه از معلمان کندوز است واضح است بسیار زیاد گندم نمونه از محصولات زراعتی افغانستان است ما شما ببینید حاصلات وطن ما بسیار زیاد است مثلا جلغوزه است گندم است مثلا کشمش است و امثال هم پس بنان گندم یکی از نمونه های البته محصولات زراعتی وطن ما شماست ببینید تا این قسمت ما شما پیش آمدیم البته ما باز درس بر شما یک مرتبه تکرار میکنم ببینین عنوان درس امروز ما و شما بود جامعه و نمونه جامعه و نمونه را ما و شما گفتیم هرگاه موضوع بررسی ما از یک اجتماع کلی باشه اما اجتماع کلی را چه جامعه انسانی باشد چه غیر انسانی به نام میکنه به نام جامعه و موضوع بررسی که ما و شما انتخاب میکنیم تا مثلا من پیشتر گفتم که اقتصاد یا خانواده را یا اقتصاد یک صنفه یا اقتصاد یک مکتبه البته از شاگردان ما شما برازی کنیم نمونه‌گیری میکنیم اینمی امی را در علم به بنامه چیاد میکنن؟ بنامه نمونه یاد میکنند. می میرسیم به پایان درس البته کار خانگی را ما بر شما پیشکش میکنم کار خانگی را شما ببینین کار خانگی صفحه 190 کتاب درسی شماست که ای را شما حل میکنین با حل کدن کار خانگی شما میتونید به موضوع دگام عمیقتر فکر کنید و موضوعات عمیقتر درک کنید البته درس بعدی که ما و شما خدمت شما پیشکش میکنم درس بعدی ما شما نمونه تصادفی است تا درس بعدی شما را به علای پاک مسپارم خدا